سلام های گرم خودم خدمت تمام بینندگان عزیز برنامه آموزش و تدریس اطفال معیوب با فریبا اکبری تقدیم میکنم از تلویزیون بهار و تلویزیون سهیل تی وی. دیگه خدا کنه که همه بینندگان عزیز ما دارای ساعت کامل و یه هفته خوشی و البته هفته کاری را با کارهای خوب و رخصتی را با رخصتی خوب تیر کرده باشین. دیگه خدا کنه همگی خوب باشه و یک کم هوا تغییر کرده. فکر میکنم باران، یک ذره طوفانا و برف تا شروع شده که البته اولین برف در کابل هم که برف بخیر باشه افتیده و یک ذره خنکم شده. دیگه انشالله همه چیز بخیر تیر شده باشه. دیگه امروز بسیار ببخشین که ما برنامه خود روز یک شنبه که امروز است نشر میکنیم. دیگه تنها می هفته سر از هفته های آینده بخیر. امروز شنبه ساعت 9 بجه با وقت ویرجینیا و 6 بجه با وقت کالیفرنیا و شاید با اروپا 12 شب شاید باشه و کابل خو میفهمم که تمام هموطنان ما فعلا خواب هستن، میتونن که اگر یعنی علاقه من بودن برنامه را برنامه تکرارش ببینن و همچنان از طریق فیسبوک بهار تی وی و سهیل تی وی میتونن که هم به صورت لایف ببینن و هم تکرارش ببینن. و خدا کنه که شاگردای ما خوب باشن. در هفته آینده یک کم تدریس کردیم، خدا کنه یک نتیجه داده باشه یک کم و یک سره قار نشته باشن و یک ذره خوششان آمده باشه. و همچنان یک موضوع دیگر براتون بگویم که هم یک ذره مهم است راجع به کرونا که را بسیار جدی بگیرین، خصوصا کسایی که در ویرجینیا زندگی میکنن. اگر شاید خبر باشین که سر از امروز که یک شنبه است پس ما به حالت اضطراری رفتیم به خاطر کرونا و یعنی بسیاری پارتی ها و محفل هایی که بود کنسل شد، اجازه نیست. تنها 25 نفر میتونه که هم در مثلا داخل و هم در بیرون بعض پروگرام های خود بگیره و خصوصا که میفهمین که ایما نوامبر و دسامبر خو رخصتی هست، رخصتی های مکاتب البته شروع میشه و مردم راستی میخواین که یک ذره یک جای شوند. اما من یک توصیه براتون میکنم که باز جدی بگیرین به خاطر که یک ذره پیشرفت زیاد کرده، مرگ میرم زیاد است و خصوصا اطفال که شما یعنی معیوب است و بسیار مراقبت کنین که یک ذره مشکلات زیاد نشه. حتی در مکتبام امکان داره که اطفال که یعنی تکلیف دارن شاید که پس
از آنلاین پخش رو کنن. البته آنلاین است، یگان کس که خواستن که داخل مکتب برن اونا رو هم شاید که آنلاین شوه، به خاطر که ما منتظر یک راپور نوستیم از طرف مکتب که باز چی میگن. ای بود یک موضوع راجع به کرونا که یک طرف باز هم جدی بگیرین که میفهمین که دستاشسته شوه، ماسک بپوشین هر جایی که میرین و زیاد متوجه باشین دیگه. و همچنان در هفته آینده یک ذره کمک تدریس کردم، یکان موضوعات باز یک تکرار میکنم، باز انشاءالله بخیر به بخش جدیدش میریم. در هفته گذشته برتان کارت جور کرده بودم که هر رنگ باشه، خصوصا رنگایی که مثلا بسیار جلب توجه میکنه زیاد استفاده کنیم تو وقتی که امو شاگرد میبینه بسیار سرش خوش میخوره رنگ. و بعض رنگ های سیاه و سفید هم خوش دارن، اما زیادتر مثلا سامان بازی رنگ را بسیار خوش دارن، قلم رنگ را بسیار خوش دارن، ورق های رنگ را. و زیادتر شما میتونین که از این ورق های رنگ استفاده کنین. و ما دفته گذاشته بر شاگردا گفتم که اول از این خواب که بیدار میشن وقتی که به اتاقشان میرین یا امرایتان استراحت میکنم برشان اول یکانه کلمه را که شما برش میگین البته صبح بخیر است که بسیار یک تاثیر مثبت بالای شاگردا داره. و همچنان طبعا کمکش میکنین که با تشناب و دستوریشان میشوین و آماده میسازینش برای چای صبح و برشان نشان میتین که وقت صبحانه است که یعنی آماده شد و تیار شد، یا میتونیم که در سر میز بیارینش. طبعا یک تعدادش به کمک زیاد ضرورت داره که حتما باید کمکش کنین، و یک تعدادش میتونن که از دیش براین و نان خدا بخورن و هرچی که شما برشون بتین. و همچنان برش برتان گفته بودم که سه چویس برش میتین که یکی نمبر اول است، نمبر دو و نمبر سه که غذا را برشان نشته میکنن در کارت برای که در چای صبح خود چی را یعنی خوش دارن. اطفال زیاد چای بوره را خوش دارن یعنی شیرنی را خوش دارن، همیشه میتونن که استفاده کنن. و همچنان هر چیزی که شما بتونین آماده کنین، خصوصا زیادتر سریال بسیار خوش دارن همراه شیر که در یک کاسه همراه قاشق برش مندازین و میتین، و نان خشک یک پرچه توست یا نان خشک میتونین که مربا بزنین و یا مسکت چرب کنین یا هر چیزی که خوش داره میخورن. و بعد از او گفتم یک چند دقیقه برشان میتونین که بریک بتین، بعد از بریک میتونین که قلم رنگه را برش پرتین، یک گیم هم راش ساتری کنین یا یک رسم بکشه و یکان موضوعات دیگه که یه مربوط همین بخش صبحانه میشه که میتونین که شما این کارها رو همراهش بکنین. وقتی که بخش صبحانه خلاشه طبعا وقت چاشت است که نان چاشت شما برش نشان میتین که چی میخواه، خودش هرچی که خواسته که بخواست نظرش میتونین سوپ جور کنن
میتونن پیتزا را که شاگرد ها زیاد خوش داره یا همبرگر یا هرچی که باشه میتونن که برش بکشین و اگر به کمک ضرورت داشت کمکش میکنیم. اگر خودش دانست خودش میتونه که بخوره. وقتی که چاشت که خلا شد نان خود خورد یک چند دقیقه باز ماندگی گرفت به خاطر که این شاگردا بسیار بعضش آیست آیست نان خود میخورن یا کار خود میکنن. شما عصبانی نشین که او چطور یعنی منتظر بشینم که اینقدر آیسته کار میکنه که هیچ عد اندازه نداره. باید زیاد متوجه باشین. ما هم در مکتب باید شاگرده یک سرکار داریم. مثلا یک سوال که برش میتیم در یک دقیقه مثلا سوال حل نمیکنه، شاید 10 دقیقه بگیره، شاید 15 دقیقه بگیره و ما منتظر هستیم و کمکش میکنیم تا مثلا سوال یای خود خلاص کنه. وقتی که عمش شاگرداک خلاص شد باز میریم در بخش دیگه. شما همچنان همه قسم مثلا اگر تدریس خانگی میکنین پیش ببرین، زیاد سرش فشار نبیارین و اگر خسته شد حتما برش برک بتین و ازش باز پرسان کنین که مثلا چی میخوره و یگانه چیزی که بسیار مهم است وقت تفریش است که وقت بازی کردنش است که یه بسیار مهم است که ما دو هفتم پرتان گفتم که یک تقسیم اوقات میتونین جور کنین از تمام روز و یک ورقم خطکشی بکنین برش ببینین که مثلا چند دفعه ای به گفتتان میکنه، چند دفعه ای قهر میشه و چند دفعه میخواد که آرام باشه، احساس آرامی کنه و این موضوع بسیار مهم است و بسیار شما را هم کمک میکنه و امو اطفالتان هم کمک میکنه و این یک چیز نرمال است و میتونه والدینه که اطفال خرد دارن و نرمال میباشه این همی تقسیم اوقات برازوان جور بکنه. پیش از او که مکتب بره میتونه که به آماده مکتب بسازیش، مثلا تلفون در دستش نتره که بگیر مثلا گیم کو یا بگی ویدیو را سایکو یا خود متوجه امی تلفون باش آرام شو. نه، باید برازی اطفال هم تقسیم اوقات برش بسازین بر روزانه پیش از او که مکتب بره میتونین که آماده مکتب بسازینش. خودتان در خانه مثلا از حروف الفبا کار بگیرین و از حساب کار بگیرین و بعض موضوعات دیگر میتونن که علاقمندی نشان بدن و کار خود پیش ببرن. و وقت بازیش بسیار مهم است که باید تفریح حتما برش بدین. اول خود یک ذره هوا سرد شده، امروز نو سرد شده، یعنی میتونین که بیرو ببرین. اگر پارکان نزدیک خانه تان باشه میتونین که برای یک درقه یا 15 دقیقه هوای آزاد بگیره. اگر اطفالتان هیچ یعنی بیرون نمیره بیخی در خانه استک، او 100% به هوای آزاد ضرورت داره که باید بره و هوای آزاد بگیره. فرق نمی کنه که اگر بسیار عوام سرد باشه میتونین که جاکت، کلاه، دستکش و همه چیز بپوشانین و بیرو ببرینش. یا اگر میتونین که یک ذره موضوع کرونا است آدم نمیتونه گفته که امرایتان یعنی اگر پشت سودا رفتین یا بیرو رفتین میتونین که ببرین، بخاطر که یک قسم اطفال اگر مریض شد راستی
بسیار برش سخت است. او به او مهم نیست که کلان است یا خرد است، او تکلیف برش پیش میشه. ما می پلان پیشنهادهای ما زیادتر به مثلا خود مرجع مکتب بوده که باید این اطفال تا که امکان داره از خانه تدریس شوند، که یعنی سیف باشن و نمیتونن که مثلا نظافت در داخل مکتب مراعات کنن هر قدر که کوشش هم شوه. دیگه شما هم امی کوشش خود بکنین و همچنان وقت خوابشان میباشه که شما یک چند دقیقه حتما باید که یک نیم ساعت خواب بگوین که بخواب برین و که بسیار اعصابشون راحت میشه و آرام میشن. میتونن که به مثلا ساعت بعدی که چی تقسیم اوقاتش چی میباشن و راحت میشه و هم کار خودم میکنه. و همچنان باز موضوع نان شب است که او دیگه اختیار به خودتان است که چند بجه نان تیار میکنین. اگر نان تیار شوه با همگی نان بخوره خوبتر است، اما اگر یعنی همگی دکار است نمیتونن که یک جای نان بخورین، شما میتونین که هر وقتی که گشنه شد و هر وقتی که خواست میتونین که برش میوان بتین، نان شانان بتین و کمکش کنین. و اما یک تایم باشه که وقت خواب کردنش باشه که ناراحت نشه و مو 8 ساعت پروگرام خوابش منظم باشه و کم نشه، به خاطر که اگر کم شوه زیادتر چی میشه. مهم است که یعنی صبح خسته نمیتونه از خواب منظم کار خود پیش برده نمیتونه. اگر موضوع چی باشه، مکتب رفتن باشه، منظم نمیتونه که تمام همو کار خود پیش ببره، به خاطر که ما چشم دید خودم میگیم که وقتی که شاگردا میاین به خانه به مکتب، از خانه به مکتب میاین، اگر مثلا درست خواب نکرده باشن دیگه هیچ امرشان گپ زده اصلا نمیشه، تا یک ساعت یا دو ساعت درسی سر خودم میمونن خو میکنن تا راحت میشن، باز پس به پروگرام درسی خود شروع میکنن. از همین خاطر ما برتون میگم یک تقاضا دارم که یک تقسیم اوقات بسیار منظم برشان بسازین و مطابق هم تقسیم اوقات پیش برین، هیچ مشکل پیش نمیشه. هم خودش نرمال تمام مسائل و پروگرام خود پیش میبرن، هم شما راحت میباشین، قدر آزار نمیبینین. دیگه ای امروز زمین موضوع سه وقت نان و مثلا بازی کردنشان که به بیرون برن و داخل خانه میتونن که پروگرام پیش برن و اگر یعنی امکان بیرون رفتن نبود بر تفریح، میتونن که بعض فیلم های بسیار آموزشی مثلا فیلم ایوانات، جان ایوانات که بسیار خوش دارن. باشین ببخشین من تلفون رو بگیرم. بله بفرماین. فریبا جان عزیز سلام احترام به شما تقدیم می کنم. مرسل هستم. سلام مرسل جان، چطور هستین؟ صحتتان خوب است؟ خانه همگی خوب است؟ شما خوب است؟ تشکر کردین. شما همه شکر جور از چهار طرف همه شکر خوب جور صحت هستن. زنده باشین. تشکر همگی به دعای شما صحت هستن. شما چطور هستین؟ خوب؟ امروز آب هوا خوب هستین؟
ما از ما خونم فکر میکنم آب و هوای شما و از ما یکی است و از ما بارانی است و بله. اکثر هوای سرد است و از ما یک فصل و یک سال برف خودم باریده دیگه یک ذره پیش قدم شده این در برف ما چند دوست دارن خداوند در برف و باران ما نمبر وان از جوان بله و بسیار بعدی که اتایی باور نمیکردن راستی که بسیار پیش آمد بسیار برفی زیاد هم بوده که حتی هیچ کس فکر نمیکرد که به این سر یک برف ببره و این فریبا جان قدم برفیم در سرت جان آه ازار دفعه هر وقت که بخواین فریبا جان قدم ببخش خدا نه که من زاید پروگرامات شما نشده خواهش میکرم من تو سوال دارم بله سوال اول ما ای است که امی طبقایی که به حساب معیوب هستند یا هستند بسیار زدی هستند بله. اون قدر زد می کنند که حتی فامیل خود برداخت می سازند مثلا یک کار اگه میگه که اینی کار بکن او که دیگه یک دفعه شیش دیگه به خدا بشورم بخورن که بله. یک موضوع بله سوال دوم ما ای است که چرا بعضی از فامیل ها البته در این جنگ نیستم و هدف من فریبا نازنین میفهمین که هدف من در کجا هستم بله بله برای وقتی که مثلا دوتا خورا می باشن یا سه تا خورا می باشن یا برادر خب خورا زیادتر برای از اونا کالای بسیار مثلا یکمک خوبتر می خرن و بسیار اماتوری یعنی توجه زیادتر به اونا می داشته باشن اما این اصلا این چطور امیت نمیدن خلاصه برتان بگویم بله. سرشان اقدر فکر نمی کنن یعنی ما چی کنیم در این باره که اولی که زیبیتشان را چه قسم علا فصل کنیم دوم که فامیلا نباید این کار بکنن و این موضوع می کنم بله. ولی می خواستم که از شما بشنم که شما در این باره چی معلومات برای من میدید تشکر شما قابلش نیست تشکر از تلفونتان بسیار یک سوال خوب مطرح کردین و همیشه شما زنگ زدین اول خود یک تشکری از شما میکنم مرسل جان یعنی باعث افتخار ماستین و من بسیار خوش میشم که این شما برنامه ما سعی میکنین و خدا کنه خسته کن نباشه بر شما باش میکنم نخیر حتی ببخش فریبا جان نازنین اگر خسته کن باشه اصلا من چینل دور میدم واقعیت بله بیسا من او را علاقه مندش نباشم سر من کدام موضوع اجباری نیست من باید تو برنامه را ببینم بله راستی که ولی واقعا برتان میگم شما به این فکران باید باشین که اگر من شما زنگ نمیزنم این حتمی متوجه باشم که که مرسل شیشتر برنامه من را تماشا میکنم واقعا من بسیار این برنامه را دوست دارم و اما درکایی یک چند نفر در این شرایط قرار دارم که من از شما درس میگیرم و من میتونم که بسیار موضوعاتی که از شما میباشم بله. برای همون فامیلا بفهمون و برشان بگویم استاد شما هستین و یک شاگرد مکم مرزونا باز از زبان شما مرزونا میفهمانم چی باید در مقابل اولاد خود شخص باید رویره پیش ببرن بله بسیار زیاد تشکر که خودت راستی یک احساس و مسئولیت میکنی که مثلا یکان داشته هایی را که گوش خودت میکنی و به مو چند فامیل که هست میرسانی دیگه این بسیار جای خوشی بمست که خودت این کمک میکنی که راستی که ات یک فامیل کمک شوه و یک ذره بفهمه که چه قسم امو طفل خودت تربیه بکنه راستی جای خوشی است به خاطر که هم من میفهمم از دل قسم مادرها واقعا میایم که بسیار مشکل است برشان بسیار سخت است اما خداوند مهربان است که من یک روز جور میشن یک روز یک کمک برا یک یعنی یک خوشبینی است که فریبا جان خیلی مزد میخوایم بله. شما باور کنین که من از مثلا سطحی سر
یعنی بسیار تانستیم که ای دختر نازنین ما با حال بیارم. شما باور میکنید؟ بله بله راستی که و ما زیادتر اینه با محبت گرفتیم تراغور شقد با محبت گرفته بله میشه. بله ولی حالا ما دونست که نمیتونیم شان کمک کنیم ولی ما با مادرشان همیشه بر تمام تماس هستم. بله راستی که اونمو یگانه امی روش که آدم بتانه که اطفال یک ذره دلش به دست بگیره این محبت است. محبت و در خوبی پیش بره به خاطر که به خشونت هیچ وقت نمیشه. هرگز هر آدم که جور می باشم بهش خشونت نمیتونه آدم پیش بره. بله نمیتونه که آدم دیگه بازم تشکر. من به سوال شما را جواب میتم. دیگه شما دلتان دیگه که از طریق تلویزیون میشنوین یا می از طریق تلفن؟ من از طریق تلویزیون میشنوم. وقتی شما نازنینتان را میگیرم بر شما سعادت و سلامتی آرزو میکنم و برنامه خوشبخت برنامه را. تشکر زنده باشین. از خودتان تشکر بسیار زیاد از تلفنت مرسل جان. خداحافظ. با من خدا با من خدا. خب مرسل جان یک سلام مجدد به خودت. بسیار زیاد تشکر از تلفنت و بسیار یک سوال خوب مطرح کردی که راستی که اطفال بسیار ضد میکنن و واقعا که حتی به زدن هم یعنی دسترسی خوب کامل دارن و بسیار قوی هستن، زیاد قوی هستن و نمیفهمم که چطور یا یک انرژی و قوت به خصوص دارن و همیشه این فکرتان باشه که هر قدر که ضد کنین هیچ نتیجه حاصل نمی کنین و او ضدی شده میره. مثلا هیچ وقت اگر به ضد پیش برین او هیچ وقت به گفت نمیکنه و هیچ وقت یک قسم اتر به عقده بار می آیه که ما یعنی کدام بسیار یک خراب آدم هستم اطمان که امرای ما مثلا پدر مادر یا فامیل یا خوار یا برادر ضد میکنن و همیشه نظرم است که تا که میتونین از خوبی پیش برین. بعض راه هاست که برش پیش کنین، مثلا یک روز یک راه را پیش بگیرین که یعنی یک خوردنی را میتونین که درست کنین با یک بشقاب یا کاسه یا هرچی که باشه پیشش بیارین با بسیار ناز و محبت روی یکشه یک ماچ کنین یا بسرش دست بکشین و همین غذا را پیشش بانین و با بسیار مهربانی با دستش بتین یا خودتان کمکش کنین ببینین که چطور هستک. اگر به این قسم هم نشد میتونین که یک بسیار یک تحفه که خوب متوجه باشین که چی را خوش داره، یک تحفه که بسیار مثلا یک توپ باشه یا یک بایسکلک باشه یا یک گل باشه یا یک هر چی که باشه هر چیزی که خوش داره میتونین در کاغذ تحفه خوب منظم بسته کنین و بیارین پیشش بانین بگوین که مثلا امو کسرا که زیاد خوش داره یا دوست داره پدر می باشه یا مادر می باشه یا خواهر یا برادر یا هر کس که باشه بگوین که مثلا اینی تحفه رو برات گرفته بیا که ببینیم که چی هست، از این نگاه ببینینش که عکس عملش چه قسم هست که یک کم خوش میشه یا پس ایت سرش تاثیر نمیکنه که پس ادامه میده به مون.
زیدیت خود، یا مثلا ببینیم که کیل خوش دارد در خانه، او را بیارین پیشش که او امرایش گپ بزنه، و یکانه وسیلهش که بسیار مهم است در تدریس با یک قسم شاگردا گپ زدن است. آیست آیست از گپ شروع کنین، با گپای خوب مثلا برش بفهمانین که خودت اینه تو یک انسان بسیار کلان میشی، یک روز مثلا دکتر میشی، انجینیر میشی، اگر درس بخونی، اگر با گفت ما کنی، اگر بانی که ما کمکت کنیم بسیار به یک مقام بلند میرسی. از مثلا آل ششتی در خانه میتونی که یک چند وقت بعد در یک جای کار بگیری و مثلا مکتب بری، مکتب خو طبعا درس برات یاد میده، درس یاد میگیری، باز بخیر به فاکولته میری یا باز یک جای کار میکنی و می سلسله شما میتونین که امرایش پیش برین. به مو وقت برتان معلوم میشه که مثلا کدام راه را که یعنی چند راه را که ما پیش گرفتیم کدامش سر ازی زیاد کار میکنه و ایره خوب میسازه. اما تو سلسله به سلسله پیش برین، بعد از او حتما هیچ امکان نداره که معلوم نشه که کدام چیز خوش داره، کدام کار زیاد به دلتان میکنه. و یک موضوع دیگر هم باید برتان بگویم، وقتی که میخواین که امرایش یک کار شروع کنین یا درس یا نان خوردن یا بیرون رفتن هر چیز، وقتی که زد کرد یک ده دقیقه یا پنج دقیقه بانینش، هیچ امرایش گپ نزنین، بانین با معالت نرمال که در هر جایی که باشه، یا نشسته باشه یا دالت خواب باشه، هر رقم که باشه هیچ غرضش نگیرین. بعد از او باز شروع کنین اما مسئله را، اما گپه امرای شروع کنین، باز آیست آیست هیچ امکان نداره که ای خودش امتر به اصطلاح هم ریلکس میشه، هم اعصابش بسیار آرام میشه و بعد از او میتونه که کار خود پیش ببره. ما بسیار با این شاگرد ها زیاد سرکار داریم، زیاد قار میشن، میگن که نمیکنیم، اما ما به معالت اولیش میمانیم، بعد از او باز یک مسئله رو برش پیش میکنیم. مثلا یک چیز رو برش میگیم که مثلا اینی کار خلاص کو یا اینی مسائل درسی تا خلاص کو، در وقتی که ساعت آخر شد ما برات یک چیز به اصطلاح در نظر گرفتیم که برات بتیم. او به مو حساب تشویق میشه و بسیار خوش میشه که او بر ما یک چیز میتن و اعصاب خود آرام میکنه و تمام کارهای خود پیش میبرم. دیگه دایی خدا کنه که مرسل جان جواب سوال تا گرفته باشین. و در قسمت سوال دومتون گفتین که مثلا فامیلا که چند اولاد میداشته باشن و یک اولادشون یعنی قسم می باشه اهمیت نمیتن، باید که به نظر من البته از اولاد صحتمندشان کرده اولادشان که مریض است زیادتر تبشو بخواین و اول امو چیزی که مثلا میخواین بر از او بخواین. درست است که یک ذره مشکل است بخاطر که اولادا کلشان هر چیز از پدر مادر خود میخواین و باید مطابق امو عملشان رفتار شوه، همو یک کمک اتو قسم یک به اصطلاح یک ترک پیش ببرن که به اولاد اید فامیده نشه، اما پیش خود بفهمن که یعنی ما چی کار خوب برزی کردیم برای طفل خود. تر ایچ وقت باید کم نزنن که
مثلا خو خودت اول نمره هستی، در مکتب میری، درس صحیح میخونی، او را او طفل که مریض باشه با زور توهین بکنن، بگویم بشین تو خونه درس میخونی، نه مکتب میری، نه میانه سویه داری، یا هیچ ارگس ای گپا را هیچ وقت به اطفالتان نزنین. توصیه ما تناب برای اطفال مریض نیست، برای اطفال نرمال تانم شما میتونین که همیشه تو بلند بزنین، برشان گپای بزنین که همیشه یعنی با آینده شان بگوین که مثلا زیادتر اطفال هست که قدر علاقه به مکتب و درس تعلیم ندارن، بسیار خسته میشن، اما با یک رقم نی با یک رقم شما میتونین که تشویقش کنین، همراهش همیشه گپ بزنین، از همه چیز پرسان کنین، و خصوصا این اولادایتان که مریض است یا معیوب است زیادتر قسم رفتار کنین که اطفال دیگه تان نفهمه، اما او باید بفهمه که مادرم یا فامیلم یعنی مرا زیادتر تشویق میکنه یا زیادتر دوست داره از خوار برادر دیگه. این بسیار مهم است و هیچ وقت توهین نکنین در زندگی. باید آدم اول خو هیچ کس توهین نکنه، باید خود آدم همیشه تو خود پایین فکر کنه از دیگران، نه بالا، ولو که بر سوی که باشه، اما پس پیش اطفال خو بیخی خوب درست است که آدم قارم میشه به اطفال خود، بعض وقت مانی خود آدم شده نمیتونه، اما همیشه نه، همیشه باید یه عمل تکرار نشه، یک قسم گپ بزنین و بفهمانینشون که هیچ خودشون اصلا نفهمه که ما چی کردیم و پدر مادر چی میکنه یا فامیل چی میکنه یا خوار یا برادر یا دوست یا آشنا. این نظریات ما بود، خدا کنه مرسل جان دیگه جوابایتان گرفته باشین و تلفن ما باز است، بازم اگر کدام سوال داشته باشین میتونین زنگ بزنین و با فیسبوک هم میتونین کی برنامه را لایف سایت کنین، و اگر کدام سوال داشتین و با یوتیوب هم میتونین تکرار برنامه را میتونین سایت کنین و پسان ها که دیدین باز میتونین که مسج کنین به این نمبر تلفن ما اگر کدام سوال داشته باشین یا کدام مشکلات باشه در ای اطفالتان، حتما من میتونم که جواب ارائه کنم برتان. و زیادتر متوجه و اطفال همیشه باشین، خصوصا باشین که یک تلفن آمد. بله پسر ماین، تلویزیون بهار و تلویزیون سوال. بله سلام علیکم، اسم سید اجمل است، ما در ویژینو زندگی می کنم و خواستم که یک سوال داشته من شما اگر اجازه تان باشه. سلام اجمل جان، چطور هستین؟ ساعتتان خوب است؟ تشکر از تلفنتان، هر سوال که داشتین ما در اختیار هستیم، بفرمایید. زنده باشه نگذاری کرد. موضوع از این قرار است که اگر در صورت که ما ما اگر تلویزیون تان یکم پخش کنین بخاطر که صدایتان یک ذره انعکاس میکنه. درست بله؟ بله، آل صدایتان درست میه. خب چی باره ما بتانیم تشخیص بکنیم که ما بتانیم یک
روش و طریقه درست را میان یک طفل دارای معلولیت یا معیوبیت بله. و یک درست را ما داشته باشیم تا بتانیم که یک روش درست را یا متفاوت را در بین دو طفل بگیریم. تشکر از سوالتون، تشکر از خودت که تماس گرفتی و همسایه ماستی که از ورجینیا زنگ زدین. اول خود یک سوال کنم که در کدام قسمت ورجینیا شما زندگی میکنین؟ بازم بسیار تشکر که برنامه رو میبینین، خدا کنه که مورد علاقیتون باشه. تشکر، ما در قسمت مناسس ورجینیا زندگی میکنم و فکر میکنم شما هم شاید در ورجینیا باشین. در کدام قسمت شما زندگی میکنین ما نمیدانم، ولی خوشحال هستم که میبینم که یک هموطن ما با تخصص عالی میتوانه با ما تماس شوه و راهنمایی بکنه در حیث یک بخش مهم زندگی انسانی در ارتباط معلولیت یک طفل. تشکر بسیار زیاد. تا اندازه کوشش میکنیم که انشاءالله بخیر یک کمک کنیم، خصوصا به اطفال که در افغانستان زندگی میکنن. اگر این تکلیف ها را داشته باشن، شما میتونین که امی پیام های ما را برشان برسانین که تا اونا بتونن یک کمک بتونن که اطفال خود کمک کنن و یک ذره خوش بسازن. و از طریق تلویزیون سوال شما را من میتونم که جواب بدم. و اجمل جان بسیار زیاد تشکر از تلفنت، شب خوش برتان میخوایم. خداحافظ. همچنان برای شما هم خداحافظ. خداحافظ، تشکر. خب برادر ما از ورجینیا تماس گرفته بودن، اجمل جان، و سوال کردن که یعنی چه قسم یا اطفال نرمال و اطفال معیوب و مریض، یعنی چه قسم رویه هم رایشان بکنه. و به جواب بیننده ما بگویم که کدام یعنی کدام روی خاص بین اطفال مریض و اطفال نرمال نیست، منطقه اطفال که یعنی مریض هستن همیشه به اصطلاح یک کمی خود احساس میکنن. اتونه که برای که تو نمایان همیشه بسازن، اما همه تو به فکرشان همیشه بسیار موضوعات عجیب میگرده که یعنی ما خوب نیستم. و خصوصا اندکترین چیز را مثلا که برای شما بگویم سرش تاثیر میکنه. اگر ولو که اگر راستم باشه سرش زیاد تاثیر میکنه، به خاطر که ما قصه های زیاد داریم که اگر باز برنامه ما بخیر یعنی وقت یاری کرد، باز یکان قصه ها را با شما هم شریک می سازم که در صنف یعنی با شاگردای خود که چه قسم یعنی سر رویشان رویشان تاثیر می کنه. و شما می تانین که همیشه بیشترم گفتم و ما همیشه میگم که یک طریقه را پیش بگیرین که یک نتیجه بده. مثلا اطفال که مریض یا معیوب یا معلول هرچی که باشن طبعا شک میکنن در یک چیزه. مثلا یک
یعنی کارت مثلا میگیره شاید خطرناک باشه که برش نقص داشته باشه که بدن خود کنه یا بخورش، خود دفعتن شق میکنه که باید که میره باید به ما بتین. اما شما یک رای را پیش بگیرین که مانع شوین، اتونه که مثلا چوب بگیرین خدا نخواسته بزنین که باید کار نکنه. هر قدر که سختگیری امراش بکنین با امان اندازه سخت میشه، او با امان اندازه سختگیر میشه و خودش به اصطلاح ما شما شق میکنه. اما شما از طریقای رقم به رقم کار بگیرین و بسیار به نرمی بسیار به خوبی میفهمم بسیار حوصله زیاد کار داره بسیار، اما ما مجبور هستیم که به خوبی پیش بریم که تا که مانع شویم، حتی یعنی آنقدر عقده یگان وقت میگیرن که تو میتونن که کار بکنن، کارهای بسیار خطرناکه. ما در صنفای خود چیزای خطرناک مثلا یعنی خطر زیاد داشته باشه، ما بعض الماریای داریم که قلف است، کور تنها خود ما میتونیم مثلا دیگر چیزا خب در مکتب خطرناک نیست، مثلا قیچی است که قیچی خب طبعا ای خب همیشه استفاده میکنیم برای بعض کارهای صنفی، اما ما نمیتونیم که مثل صنفای نرمال واره که بعض میزه است که تمام قلم، کاغذ، مثلا قیچی یا چیز کلا شرش از همه که ای بسیار مهم است که بانیم. ما نمیتونیم، ما صنفای ما مطلقا پاک صفا است و کل چیزای ما امی قرطاسی یا در الماریا قلف است و تنها خود ما که وقتی که ضرورت داشته باشیم برشان میکشیم که اونا استفاده کنن، اما با موجودیت خود ما نمیتونیم که مثلا قیچی رو برش بتیم که مثلا یک کار سمفی خود خلاص کنه که ایچ مامت بانیمش. بسیار واقعات شده که اوگار کنن خود و شرش خوردن، مثلا امی رنگای قلمی را خوردن، جویدن، بیخی قرد کردن، مریض شدن. دیگه شما عین حالت باید در خانه هم متوجه باشین که چیزای خطرناک دانه هیچ وقت در پیشروش نمانیم، که امکان داره که هر چیز بکنه، بسیار امکاناتش زیاد است. مثلا بعضی شاگردای ما بوده که مثلا از طرف صبح کامدن مکتب یکان داره اوگار خود کنن، یعنی یکان کبوت جانشان یکان چیزا بوده که ایمیلای مادرشان گرفتیم که مثلا یک چیز را گرفتن دیوال آغار کردن یا مثلا دروازه را شکستاندن یا شیشه را شکستاندن که خود آغار کردن. دیگه این امکاناتش هست، باید متوجه زیاد باشین در قسمت بعض وسایل که خطرناک می باشه در خانه که باید ازشان همیشه دور بانین و متوجه باشین که نگیرین. و فرضاً اگر به این حالت مواجه هم شدین، بسیار به یک مهربانی و یک خوبی میتونیم که امروش رفتار کنیم و او یک چیز خطرناک گرفته باشه بگیریم. و خدا کنه که اجمل جان با ما تماس گرفته بود جواب خدا گرفته باشن و باید همیشه از رای خوبی و محبت و اگر یعنی زد کرد
یک چند دقیقه میتونین که بارینش با مالت اولیش، اگر یعنی میتونن که یا ای اطفال یک دفعه خانه دری خانه یا روی سمت دراز مندازن خدا، یا بروی دل مفتن یا با پشت یا با پالو با رقم، اما بارینش یک پنج دقیقه متوجهش باشین، پنج دقیقه بعد خودش میتونه که خود جور کنه، پس به حالت نرمال بیایه و شق ایت وقت امراش یعنی سخت نگیرین. و مو درست است که یعنی آنقدر هم ازت نگذره، اما آیست آیسته دفتن بهش شروع نکنین. مثلا یک کار خراب کنه، شما از امی اول دیگه بزدن شروع کنین یا گپای بلند دو بزنینش و هیچ ایت نتیجه نمیده، غیر که بتر شما را آزار بده و خودم آزار بده، دیگه کدام نتیجه نداره. زیادتر از رای همیشه رای را بسنجین که امو خوشش میاد، امو خوشش میاد و گپتان قبول میکنه، و رای را که هیچ خوش نداره و خصوصا بعض گپ ها را هیچ خوششان نمیاد، هیچ وقت رو یاد نکنین. بعضشان بعض خوردنی هست، بعضشان بعض رنگ هست که بسیار اساسیت دارن در مقابل یکان رنگ ها، که حتی سر خود ما کم میگیرن کم از به دیوال بزنن، او رو متوجه باشین که چی بدش میاد، کدام رنگ بدش میاد و پیدا کنین. مثلا میفهمین که آلتش خراب میشه، فوری پیدا کنین که چرا ما باید پیدا کنیم چی بد از این میاد، چی سرش تاثیر میکنه. مثلا یکان برنامه است، برنامه تلویزیونی میباشه یا یک شو میباشه یا یک کارتون میباشه، بسیار سرش بد میخوره، دفتن تغییر میکنه، مثلا یک گپش سرش بد میخوره یا یک حرکات یک موضوع، او رو میتونین که امو دقیقه برش یا از پیشش بگیرین یا بخی تلویزیون بعد یک شوی دیگه رو بگیرین یا ببینین که بعضش پرسان کنین مثلا که کدام چیز خوش داری که ما برد بیرم، یا کدام خوردنی خوش داری که ما برد تمو رو پخته کنم، بیرون میری که من ببرمت یک چند دقیقه که یک ذره خوب شوی، باز ببینین حرکات شک چقسم نشان میده، کدام آلت تر زیاد خوشتر میشه. بعض شاگردا موسیقی بسیار خوششان میاد، بعض شاگردا مثلا رسامی خوششان میاد، بسیار علاقه میداشته باشن، بعضشان آرامی. ما در صنفای خود یک اتاق خود داریم که یک به اصطلاح یک توشک انداختیم امرا یک پشتی که وقتی که بسیار آلتش خراب شد اونجا یک پنج دقیقه یا ده دقیقه برش میگیم که برو با دمو اتاق میره. اتاق است که هیچ مثلا دروازه داره، آینه یا کلکین چیز نیست که بعضشان روشنی بدشان میاد، بسیار سرشان روشنی تاثیر میکنه. باز همونجا میشینه و یک چوکی هم هست که اتاق آرامی میگن. شما میتونین که در خانه هم قسم جور کنین، یک اتاق که باشه که پرده پرتین، وقتی که دیدین یک درالتش خراب شد تجربه کنین، ببرینش دمو اتاق ببینین که چطور است، یک پنج دقیقه همونجا پرتینش که راحت میشه، این تجربه رو بکنین، برتان معلوم میشه.
دیگه از هر طریق میتونین که استفاده کنین بر اطفالتان، حتی بر اطفال نرمال هم. خب باز اطفال نرمال هرچی، مثلا اگر سرش آدم قارم شوه یا مانعش هم شوه، باز به خود نمیگیره، یعنی خودش میفهمه که دی کار خراب هم کردیم. اما این اطفال یک ذره فهماندنش مشکل است، قانع زود نمیشه مثلا که من اینی کار کردیم، یعنی چرا کردم، اتو هیچ وقت به ذهنش نمیه، همیشه میگه که من کار خوب میکنم. و بسیاریش بسیار یک قسم لذت میبره و خوش میشه وقتی که یک کار خراب میکنن، بسیار لذت میبرن. باز یک چند قباد که پس متوجه میشن، باز معذرت میخواین یکان شاگردا که ببخشی که من اینی کار کردم، یعنی امی با ارادی خود نمیباشن بعض اوقات. ایره باید متوجه باشین، یک آلت که سرش می آید و اراده خود نمی باشه، او طبعا که اگر خودش یعنی جور باشه این کار نمی کنه، پس آن بسیار پشیمان میشه. و تلفون ها باز است، خب یک دوست ما مشگان جان سوال کردن. سلام اکبری صاحب، باشین که چی گفتن. خوب هستین؟ مشکان عاطف هستم از مناسس ورجینیا. یک سوال داشتم که چگونه به اشتیایی اطفال مذکور رو رفع نماییم. خب سلام مشکان جان، تشکر از سوالتان. شما همیشه کوشش کنین که اطفالتان پیدا کنین که چی خوش داره. البته در مورد غذا خوردنش هم سوال کردن، چی خوش داره و میتونین که شما چند رقم غذا را در بشقاب پرتین. و وقتی که وقت نان صبحانه اگه می باشه یا چاشت می باشه یا شب می باشه، یا می تانید یک سنک بتین، ببینین که چی را خوش داره. مثلا 3 رقم یا 4 رقم غذا را می مانین، کم کم، زیاد نی، ببینین که کدامش علاقه داره، کدامش میخوره. مثلا یک ذره مکرونی بانین، یک ذره ترکاری باب بانین، یک ذره میوه بانین و یک ذره میوه خشک بانین. و یکان دفعه میتونین که مجبورش بسازین. مثلا یک چیز بسیار خوبشه که بسیار خوش داره، از پیشش بگیرین، برش بگوین در سر میز یا سفره یا هرچی که باشه، بشوننش، بگوین اینه میره، باید خلاص کنی. البته ای را به اطفال که نرمال است میگم، ای را باید نان تا خلاص کنی. اگر نان خلاص نمی کنی، تو اجازه نداری یا خودت شما اجازه ندارین که پس برین تلویزیون سعی کنن یا تلفون بگیرین یا برین بیرو ساتری کنین. فقط یک هفته امی پروگرام پیش ببرین، باز نتیجهش رو میبینین. خب هفته اول یکم زیاد برین، در هفته دوم ببینین که چقدر علاقمند غذا شده. باز اگر یعنی اشتهایشان خوب شد، میتونین که مو چیز خوبش رو باز پت کنین و باز ببینین که چقدر یعنی علاقمند غذا شده یا علاقمند کار خود شده. به خاطر این کار کنین که ای میفهمه که چیز مرا گرفتین پس نمیته.
یا مادرم یا پدرم آرام منظم نان خدا میخوره دیگه هیچ وقت باز تکرار نمیشه. وقتی که اگر شما یعنی خدا نخواسته به اختیار خودش بانین نان برش بکشین بگوین خب نان تان بخورین یا بگوین من نمیخورم دلم نمیشه میره گیم خدا میگیره یا تلویزیون سعی میکنه یا یک سامان بازی خدا میگیره اونمو رو شما هیچ وقت نمانین برش بگوین یک وقت برش بتین مثلا 10 دقیقه بتین حتی یک تایمر کوک کرین برش 10 دقیقه بانین بگوین تا 10 دقیقه میتونی که تو نان تا خلاص کنی بعد از اون بعد از 10 دقیقه میتونی که هر کار کنی مثلا تلویزیون سری کنی گیم ساتری کنی یا میتونی که سامانهای بازی تا بگیری یا میتونی که بیرون بری. امیره چندین بار تجربه کنین حتما سر اشتیا میایه بخاطر که طفل همیشه در بازی را خوش داره اقدر علاقه به غذا نمی داشته باشه میگه تا ما وقت خود در غذا خوردن زایه کنم ما یک ساتری خودم میکنم یا یک گیم خودم میکنم از اون سبب میتونین که شما مجبورش بسازین مجبور به یک کار بسازین. ما طفلای که یعنی مریض باشه ما نمیتونیم که مجبور بسازیم اما طفل ما که نرمال باشه ما میتونیم که مجبورش بسازیم به هر کار که تقسیم اوقات و پروگرامش صحیح پیش بره و ما یک پیشنهاد دیگم دارم شاید که در برنامه آینده یکان خبرهای دلچسب که از هر گوشه دنیا باشه میتونم که شریک کنم با شما هم و امروز هم یک خبر دارم که بسیار خبر جالب بود و ما بسیار خوش شدم که یعنی شکر در وطن ما یکان پیشرفت های زیاد که یک انسان از مغز خود با بسیار پیسه کم درست میکنه اما متاسفانه در وطن ما تشویق نیست کمک نیست. خب بازم همین موضوع رو امروز دیدم جالب بسیار خوشم آمد من همین تصمیم گرفتم که یکان خبرهای خوب که اگر در هر هفته یعنی پخش شد ما براتون شریک می سازم و ما یک ویدیوگاه که دیدم که یک موتره که خوب موتر چهار نفر گنجایش چهار نفر داشت و این هموطن ما در غزنی فکر میکنم زندگی میکنم و این موتر اختراع کرده و این موتر برقی است و بسیار یک موتر به اصطلاح مدرن بود و بسیار یک اختراع خوب بود که از برق خود از افتاو میگیره و اگر افتاو نباشه یک بیتری که 12 ولت باشه او را میتونه که ازش استفاده کنه و گفت که تقریبا به می بیتری 100 کیلومتر فکر میکنم میتونه که ای درایف کنه و اگر افتاو باشه خب بیازو برق خود از افتاو میگیره و میتونه که زیاد درایف کنه و ما همین مطلب بسیار خوشم آمد و جای افتخار است با ما و یک تقاضام کرد که یعنی اگر کسی دمو کابل کمکش کنن یا در افغانستان در ولایت ها میتونه که زیادتر از این موترها بسازن و این یک خبر خوش بود گفتم باش با شما هم شریک کنم و همونطور در نظر دارم که اگر خبرها اگر از
وطن ما نشر شد. البته خبرهای خوش نه خبرهایی که تمام روز جگرخون میشه ما که حالت ما رو خراب میسازه، از او خبرانه یکان خبرهای خوش مثل امین مطلب من بسیار خوشم اومد. گفتم باش به شما هم شریک بسازم. یک تلفن رو میگیریم. بخیر، بله بفرمایید. تلویزیون بهار و تلویزیون سوهیل. فیبا جان نازنین سلام، اتباره شما تقدیم میکنم. سلام مسل جان، چطور هستین؟ خوب هستین؟ تشکر لطکرین، ببخشین دوباره زحمت دادم. خواهش میکنم. من یک امید پیشنهاد را که شما کردین ما با 100% قبول است از ما، و از منم اگر یک پیشنهاد را بشنین ببینیم که تا چی اندازه شما او را اوکی میکنین. بله. من میخوایم که یک پیشنهاد من نیستم، همین مثلا خبرهایی که میبینین که شما میبینین و در تلویزیون مثلا لایف میباشن، پروگرام ها لایف میباشن. بله. همین شما اگر به قسم کمی فیلم هایشن میباشن، شما یه لایف زنده در برنامه برین که همین ببینن، کلی بچه فقط ببینن، مثلا یک کال، یک تخلیم، یک همه مثلا زدیت میکنن، مثلا این مسئله که شما امروز سرش تبصره کردیم. بله. اگر فیلم هایی باشه که امین زنده شما نشان داده بره، فکر میکنم بسیار یک برنامه نازنین میشه واقعا. حالا بسیار برنامه خوبی هست. تشکر از زحمت کشید جانم و یک پیشنهاد ما بودم. تشکر، بسیار پیشنهاد نیک است. من در نظر دارم حتما و ما یکان ویدیو های مستنده که پیدا کنم حتما نشر میکنم. بسیار پیشنهاد خوب است. بخاطر از اینکه بسیار این نتیجه خوبی میدرسه باشم. بله راستی که وقتی که شما صحبت میکنین در نابرای صحبتتان یک فیلم هم اندازید میگین اینه بسیار باور کنین که این قدر بینینده داشته باشه که بازو هم بگید حتما. بله من کوشش میکنم در برنامه های آینده بخیر که ویدیو را پیدا کنم و قسم لایف پرتم که راستی که عملی ببیننم کم نتیجه میگیرن راستی که. بله حتما. نظرتون بسیار نیک بود، تشکر بسیار زیاد. پیشنهادی امور روزی که شما او را عملا انجام میدید. حتما. با دو چشم. خداحافظ. پامان خدا. شکر. خداحافظ. بسیار یک پیشنهاد خوب بود. حتما چرا نه، من در نظر میگیرم یک ذره امروز برنامه سیما بخیر یعنی تمام میکنیم. اینا بخیر 3 هفته شد دیگه، ده هفته آینده بخیر. حتما نظر مرسل جان ما با فکر خودمان بود که حتما یکان فیلم مستند و اینا را ما مندازم و که عملی ببینن، راستی که نتیجه خوب میده و ببینن که یعنی چی رقم ما میتونیم که یک طفل کمک کنیم. و فکر میکنم که وقت برنامه ما با آخر رسیده و ناگزیر هستم که از پیش شما مرخص میشم، اما مجبور هستیم که وقت برنامه بخیر خلاص شد. بازم یک جهان تشکر از تلفونایتان، از مسیجا و نظریاتتان، و یک تشکری از تلویزیون
بهار و تلویزیون سهیل میکنم که راستی که بسیار زحمت میکشن، کار آسان نیست که در پشت به اصطلاح پرده ما را کمک میکنن و که ما برنامه خود را پخش میکنیم. یک جهان تشکر میکنم از جبار خیل صاحب و سوال جان و از بینندگان عزیز هم یک تشکری خاص میکنم که برنامه را میبینن. با دیدن وقتی که برنامه را میبینین من بسیار خوش میشم و انرژی میگیرم و همیشه تماس بگیرین، سوالاتون را مطرح کنین و میتونین که با ما بین هفتم اگر کدام نظر یا پیشنهاد و انتقاد یا نظر داشتین حتما توسط مسیج یا تلفن بعد از 3 بجه. البته یک ذره ببخشین که ساعت ها فرق میکنه، یعنی کسایی که به ورجینیا زندگی میکنن و کانادا و میتونن که بعد از ساعت 3 بجه از روز دوشنبه تا جمعه امروی ما به تماس شوند و روز شنبه و یک شنبه خانه هستم، رخصت هستم. هر تایمی که میتونین سوالاتون رو طرح کنین و میریم به یک بریک و ما خداحافظی میکنم از تمام بینندگان عزیز که ما رو تماشا میکنن و شب خوش براتون میخوایم. تا هفته آینده بخیر. روز شنبه ساعت 9 شب ورجینیا و ساعت 6 بجه کالیفرنیا خداحافظی میکنم و خدا کنه یک هفته خوش و آرام و آسوده داشته باشین. دیگه وقت شما رو نمیگیرم و به یک وقفه میریم و خداحافظ. بابا مثل نقل بارو